امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد درس عربی برای ژاپن، همونطور که در کلاس گذاری هم بهتون گفته بودم، لغات درس رو باید یاد میگرفتیم، ترجمه درس هم که انجام دادیم. حالا من برای کسایی که مثلا کلاس گذاری نداشتم، یک دو متن ترجمه متن جدید رو براشون میگم. صفحه دوی کتاب رو اگر باز کنید، این صفحه ترجمه متن رو براتون یک بار میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. زاکه و بلا آن همان خداست، انظر مثل که شجر از ذات الاصول نزل، اون درخت نگاه کن که دارای شاخه های تر و تازه است. کیف نمت من حبتی و کیف سارت شجر، چگونه از دانی رشد کرد و چگونه درخت شد. حب هست و قول منزل مزی یخرج من هستم. پس جستجو کن و بگو، یا تحقیق کن و بگو چه کسی است آن کسی که میوه را از آن خارج میکند. وانظر الی الشمس التی جذبتها مستقر، و به خورشید که پاره آتشش فروزان است، خورشید که پاره آتشش فروزان است، نگاه کن. فیها ضیاء و بها حرارة منتشرة، در آن روشنایی است و به وسیله آن گرما پراکنده می شود. منزل الذی اوجدها فی الجو مثل الشرر، چه کسی است که آن را در هوا مانند پاره آتش، مانند پاره آتش ایجاد کرده است؟ زاکه و الله الذی انعمه بالخمر، آن همان خدایی است که نعمتهایش ریزان است. ذو حکمت بالغت و قدرت مقتدر، دارای دانشی کامل و قدرتی مطلق است. انظر الى اللیل فمن اوجد فیه قمرا، به شب نگاه کن پس چه کسی ماه را در آن ایجاد کرد. و ظنه به انجم کالدرر منتشرا، و آن را با ستارگانی همچون مرواریدهای پراکنده زینت داد. و انظر الی الغیم فمن انزل منه مطرا، و به ابر نگاه کن از چه کسی باران را از آن فرو فرستاد. خب، یه سری نبات هست، این نبات ها رو شما باید معنیش رو یاد بگیرید. ترجمهش رو البته، ترجمه نظم رو که الان گفتم قبلا تو کلاس کار کردیم، بچه ها از قبل آماده کرده بودن و ما تو کلاس با همدیگه ترجمه رو انجام دادیم. حالا اینجا تو این ویدیو هم من ترجمه رو گفتم که شما داشته باشید، که شما
داشته باشیم. خب برای ادامه ما یک متن و یک صفحه داریم به نام جوار. جوار گفتگو هست بچه. در این کتاب، در این قسمت های صفحه شما باید این مکالمه را یاد بگیرید. به این شکل که پرسشی را که من از شما انجام میدم به این شکل هست که مثل همین مکالمه تو این بات هست، من از شما سوال میکنم، شما را جواب میدید. یک بار من این مکالمه رو میخونم، البته لغت های آبی که در این صفحه نوشته شده در پایین همین صفحه معنیش اومده و شما باید معنی این لغت رو یاد بگیرید. حالا من یک دور این مکالمه رو میخونم که روش درسته ادای کلماتش رو یاد بگیرید. جواب اتعار فی مطار نجف الاشر زایر مرقب امیر المؤمنین علی علیه السلام قعد المبزفین فی قعد المطار. بچه این یک نوع آشنایی هست این مکالمه که در فرودگاه نجف اشرف اتفاق افتاده. یه زایر مرقب حضرت علی علیه السلام با یکی از کارمندان که در سالن فرودگاه هست این مکالمه داره. من این مکالمه رو میخونم و شما این رو برای جلسه بدم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صباح الخیر یا اخی. صباح النور و سرور. کیف حالک؟ انا بخیر. کیف انت؟ بخیر و الحمد لله. افضل من عین انت؟ انا من جمهوریت اسلامیت ایرانیه. مسلو کل کریم اسمی حسین و مسلو کل کریم اسمی عبدالرحمن. هل سافرت الى ایران حتی الان؟ نه، نه نسافر، لیکن احب ان اسافر. انشاء الله تسافر الى ایران. انشاء الله الى اللقاء مع السلامت. فی امان الله. و حفظ الله حبیبی. خب اون که میدونی زیر این صفحه سری لغت اومده تعارف آشنایی بعد سالون یا مثلا مطار فرودگاه بعد سخت متاسفانه ان اسافره که سفر کنم. خب یکی از کارهایی که شما باید انجام بدید خانوما همین متن صفحه دو و سه رو که ترجمه شو بر شما گفتم، شما این تو این متن بگردید فعل‌های ماضی، مضارع و امر رو پیدا کنید. پس به عنوان یک تکلیف شما باید فعل‌های ماضی، مضارع و امر رو تو این متن پیدا کنید. به عنوان مثال اولین فعلی رو که در صفحه دو میتونید پیدا کنید فعل انظر هست. همونطور که قبلا هم شما یاد گرفتید فعل انظر فعل چیه؟ فعل امر. همینطور بقیه رو تو بیت‌های بعدی میگردیم و فعلهای ماضی و مضارع و امر رو پیدا کنید. حالا در ادامه ما صفحه پنج کتاب با توجه به اینکه ما در این درس قاعده و قانون جدیدی رو یاد نمیگیریم، در واقع درس اول تکرار قواعد سالهای گذشته است. حالا شما سالهای گذشته چی خوندید؟ سالهای گذشته شما اول اسم از لحاظ تعداد خوندیم، مثلا مفرد، مثنا، جمع. انواع جمع رو خوندیم، نشانه های مثنا با جمع رو خوندیم. دیگه بخوام نام ببرم مذکر مؤنث رو خوندیم، صرف فعل ماضی، مضارع، امر، نحو
آدم دل دل بازی استنباری دیگه از مطالب که گفتیم وزن کلمات هست و همینطور با شکل صفت مضاف و مضاف بوده این مباحثی هستش که شما در متوسطه اول خوندیم و نیاز هست که با اونها رو مرور بکنیم و یادآوری بشه ما یادگیری نداریم داریم مرور میکنیم حالا چرا اینا رو مرور میکنیم برای اینکه برای یادگیری یه دروس جدید اینها پیش نیاز هست این لازم هست شما ما رو یاد بیاریم تا ما بتونیم درسهای جدید رو به شما ارائه بدیم حالا در این درس در ابتدا اومده فعلهای بازی گزاره امر و نهی رو در یک صفحه برای شما آورده خب در ستون اول اگر صفحه پنج کتاب رو باز کنید گفته اعلم و یعنی یاد بگیرید سیاق الافعال یعنی سیاقهای فعل ها خب تو ستون اول نام سیقه به فارسی آورده شده بعد ضمیرها در ستون دوم باز به فارسی و عربی گفته شده بعد با ماضی شروع شده بعد از اون مضارع و بعد امر و نهی اگر این ستون رو نگاه کنید ببینید فعل ماضی چهارده صیغه داره پس قبلا شما چهارده صیغه فعل ماضی رو یاد گرفتید بعد از اون فعل مضارعه باز چهارده صیغه داره در ادامه فعل امر شش صیغه و بعد از اون فعل نه شش صیغه حالا ما امروز تا اونجایی که وقت بهمون اجازه بده یه مروری داریم این فعل ها خب یادگیری این به صورت فارسی بود یعنی اول شخص مفرد اول شخص مفرد در فارسی یعنی من که متکلم هستم یعنی من شاید من به عربی چی میشه انا حالا اگه بخوایم یه فعل ماضی مثال بزنیم در این ستون گفته انا فعلتون انا فعلتون یعنی من انجام دادم خب انا فعلتون چجوری ساخته شده؟ در موضوع میبینید که ریشه فعل که همون فعله هست به همراه یک شناسه یا همون زمینی که به آخرش اضافه میشه ما فعل ماضی رو میسازیم انا اول شخص مفرد چجوری ساخته میشه؟ ریشه فعل به اضافه ضمیر تو که شده فعل تو انا فعل تو یعنی من انجام دادم حالا دوم شخص مفرد چی داری؟ دوم شخص مفرد در فارسی یعنی تو حالا در عربی میشه انت و انت چون ما در عربی هم مذکر داریم و مؤنث پس برای مذکر از انت استفاده میکنیم برای مؤنث از چی؟ از انت حالا انت فعلت چه ضمیر آخرش اضافه شد؟ ت پس میشه انت فعلت یعنی تو انجام دادی مذکر حالا میخواییم بگیم تو انجام دادی مؤنث بگیم انت فعلت و آخرش چه اضافه شد؟ تی چه انتی و انتی خب حالا سوم شخص مفرد سوم شخص مفرد در فارسی او هست حالا باز چون ما مذکر و مؤنث داریم و بعد برای مفرد مذکر یه مفرد مؤنث حالا برای و بعد چه فعلی میذاریم در ماضی؟ همون فعل میشه فعل مزاره یه چیزی بهش اضافه نمیشه بابا فعلا یعنی او انجام داد اونجا ها مفرد مزکر حالا یه فعلت تی ساکن با آخرش اضافه میشه یه فعلت یعنی او انجام داد با
افراد نفس. حالا اول شخص جمع یعنی ما در عربی میشه نحنو. نحنو چی رو افرش اضافه میکنیم؟ ما فعل ما. پس نحنو فعل ما یعنی ما انجام دادیم. حالا دوم شخص جمع در فارسی رو فقط میگیم شما. حالا این شما چه مصنع باشه، چه جمع باشه، چه مذکر باشه، چه مؤنث، ولی در عربی فعل. ما برای جمع مذکر و مؤنث جدا داریم، برای مصنع هم باز مذکر و مؤنث جدا داریم. حالا انتم فعلتم، انتم فعلتم یعنی شما انجام دادید، جمع مذکر به آخر فعل چی اضافه شد؟ تو. انتون فعلتون نه شما انجام دادید، مداد که مذکر نیست، جمع مؤنث. بهش چی اضافه شده؟ تو نه، تو نه اضافه شده. حالا انتون فعلتون شما انجام دادید، دو نفر شما دو نفر انجام دادید، انتما فعلتما باز شما دو نفر انجام دادید. خوب فعلیم آنها انجام دادن، این دیگه میشه سوم شخص جمع به معنای هم به معنای آنها میشه، ایشان میشه. بنابراین ما برای جمع مذکر سوم شخص جمع نمیشن از خوب استفاده میکنیم، یعنی آنها انجام دادن جمع مذکر. حالا هم نفعلن آنها انجام دادن جمع مؤنث. هما فعلا این دیگه جمع است، چه مصنع یه دو نفر، یعنی هم دو انجام دادند، دوتها مذکر. حالا هما فعلتا تا به آخرش اضافه شد میشه چی؟ میشه جمع ببخشید مصنع مؤنث. خب من اینجا یک فعل ماضی رو به طور کامل اسم صیغه ضمیر و معنیش رو بر شما گفتیم. حالا من میخوام یک فعل دیگه رو که تو کتاب نیست براتون مثال بزنم و ماضیش رو بگم، به همین ترتیبی که در کتاب در ستونها گفته شده. بعد از اینکه این فعل رو گفتم دو تا فعل به شما میدم، شما تو فعلمون رو به عنوان مثال و تمرین انجام بدین و تو دفتر بنویسید بر من بیارید. من الان میخوام فعل جلسه رو براتون به همراه زمین و معنی همینجا براتون بگم. باید خانوما فیل جلسه رو اگر بخوام تبدیل کنیم میشه انا جلست و من نشستم، انت جلست تو نشستی، انت جلست تو نشستی، او با جلسه او نشست، هیا جلست او نشست، نحنو جلسنا ما نشستیم، انتو جلستو شما نشستید، انتو نه جلستو نه شما نشستید، انتو ما جلستو ما شما نشستید، انتما جلستما باز شما نشستید، مدام است. هم جلسو آنها نشستند، جمع مذکر. هم نه جلسنه آنها نشستند، هما جلسا آن دو نشستند، هما جلستا
خونده نشستن. خب حالا شما توی خونه چیکار میکنین؟ فعل کتبه به معنای نوش و فعل زهبه رو هم به معنای رفت به همین ترتیبی که در اینجا گفته شده، یعنی ضمیر عربی فعل به همراه معنیش توی دفتر می‌نویسیم و خودتون می‌یاریم. خب اما تمرین رو چون ما فعل مضارع و نهی رو نگفتیم، تمرین اول رو فعلا به انجام نمیدیم، بریم سراغ تمرین دوم. تمرین دوم رو خانم‌ها شما این رو توی خونه میتونید انجام بدید به این ترتیبه که میگه در جای خالی عدد مناسب بذارید. باز از عدد مناسب چیه؟ مثلا اشرارت، این قبلن هم نمونش رو کار کردیم. اشرارت یعنی باری آتش، تکیه از آتش. حالا اشرارت رو که شماره یک هست رو باید توی ستون مقابلش بگردیم ببینیم کدوم توضیح در موردش درسته، که اگر بگردیم ببینیم آخرین توضیح که ات اتون بنن نار هست، این رو میتونید توی ات اتون بنن نار بنویسید یک، یعنی اشرارت مربوط هست به ات اتون بنن نار. پس این تمرین رو انجام تمرین سوم هم نیاز به مرور قواعد داره، فعلا انجام نمیدیم. همینطور تمرین چهارم رو نمیخواد، اما تمرین پنج رو میتونید انجام بدید. تمرین پنج به این ترتیبه که شما میاد متضاد و مترادف رو توی جای خالی قرار میدید. الان رخیصت یعنی چی؟ گران. ببخشید ارزان. رخیصت یعنی ارزان، متضادش میشه گران. توی لغت ها باید بگردید و اونجا قرار بدید که به عنوان مثال میشه قالیت. قالیت متضاد رخیصت. خب تا همینجا فعلا برای جلسه اول کافیه. شما پس باید فعل موضی رو به طور کامل دیگه یاد گرفته بشه. این یاد گرفتن رو که انجام دادید شما بدیم مرور میکنید، پس اون دوتا فعل رو انجام میدید. برای جلسه بعد ترجمه در صرف هم لغت ها رو یاد میگیری، تمرین رو که گفتم انجام میدی، این زمانی اون دوتا فعل رو هم میمیسی. خب امیدوارم که این جلسه مفید فایده باشه برای شما. انشاءالله تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. عرض سلام و ادب دارم خدمت بچه های گلم. انشالله که حالتون خوب باشه و سلامت و سرحال در کنار عزیزانتون باشه. بچه های گل من درس ستایش رو بهتون قبلا هفته گذشته درس دادم. امروز میریم سر وقت درس اول یا آموزه یکم. این هم ببینید که نوع ادبی که تو این بخش میخواییم درس بدیم ادبیات تعلیمی. ادبیات تعلیمی هدفش آموزش و تعلیمه. آن موضوعهای از قبیل حکمت و اخلاق و مذهب و دانش و هر آنچه که مربوط به اینها میشه. و در حوزه‌های مختلف ادبیات تعلیمی آثار در ادبیات تعلیمی در حوزه‌های مختلف ازش استفاده میشه. حوزه‌های کودک، نوجوان و گروه های سنی مختلف. شاهکارهای ادبی زیادی هم در همین نوع ادبی آفریده شده، مثل قابوسنامه، کلیله و دمنه، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی و امثال. شما بچه‌ها گونه شناسی آغاز هر فصل رو باید از خط اول تا خط آخرش خوب بخونید. بریم سراغ درس یکم. درس یکم رو من اول یه روخانی میکنم براتون، بعد بریم سراغ معنی‌ها و آرایه‌هاش. چشمه.
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. گه به دهان بر زده کف چون صدف، گاه چو تیری که رمد بر هدف. گفت در این معرکه یکتا منم، تاج سر گلبن و صحرا منم. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. چون بگشایم ز سر موشکن، ماه ببیند رخ خود را به من. قطره باران که در افتد به خاک، زو بدمد بس گوهر تابناک. در بر من ره چو به پایان برد، از خجلی سر به گریبان برد. ابر ز من حامل سرمایه شد، باغ ز من صاحب پیرایه شد. گل به همه رنگ و برازندگی، می کند از پرتو من زندگی. در بن این پرده نیلوفری، کیست کند با چو منی همسری؟ زین نمطان مست شده از غرور، رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور. دید یکی بحر خروشنده ای، سهمگنی نادر جوشنده ای. نعره برآورده فلک کرده کر، دیده سیه کرده شده زهره در. راست به مانند یکی زلزله، داده تنش بر تن ساحل یله. چشمه کوچک چو به آنجا رسید، وان همه هنگامه دریا بدید. خواست که از آن ورطه قدم در کشد، خویشتن از حادثه برتر کشد. لیک چنان خیره و خاموش ماند، که از همه شیرین سخنی گوش ماند. خب بچه های من، همونطور که تصویر درس رو روی صفحه گوشیاتون حالا یا مانیتورتون میبینید، من تصویر درس رو گذاشتم. شعرها معنیاش و قلمروهای زبانی و ادبی و بازگردانیش کامل توضیح داده شده. خودم براتون میخونم، بیت بیت همه اینا رو توضیح میدم. اونو گذاشتم جهت اینکه شما داشته باشید و نخواهید الان بنویسید، فقط به من گوش بدید. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. همونطور که میدونید قالب شعر قالب مثنوی هست، یعنی هر بیتیش قافیه جدا بود. خب اول معنیشو میگیم، بعد آرایه‌ها که اینجا هست توضیح. میگه یه چشمه از سنگی جدا شد، در حالی که پر سر صدا بود، شور و غوغا میکرد، خودنمایی میکرد و به سرعت روان بود. آرایه‌هایی که داره اینجا براتون گفته، چهره نما بودن کنایه از خودنماییه. چشمه نماینده افراد ضعیف و ناتوان اما پرحیا بود. گه به دهان برزده کف چون صدف، گاه چو تیری که رود بر هدف. میگه چشمه گاهی مثل صدف هایی که یا گوشمایی هایی که کف بر دهانش اومده، چیکار میکردش؟ کف به دهان میابرد، یعنی روی آب حباب هایی که ایجاد میشه شاید دیده باشید. اونو گفته تشبیه کرده چشمه رو به صدفی که کف بر دهان آورده، و گاهی هم مثل تیری که به شدت به سمت هدف میره، به سمت هدفش در حرکت بود، در حال پویش و رفتن بود. آره تشبیه داریم اینجا، چشمه تشبیه شده به صدف، چو عدات تشبیهمونه و تیر هم میشه چی؟ تو مصرع دوم چو عدات تشبیهمونه، صدف تو مصرع اول و تیر تو مصرع دوم مشبهمون به اخوای ما هستن. صدف و هدف هم با هم جناس دارن بچه، جناس ناقص اختلافی، اختلافشون تو یک حرفه میبینید. گفت در این معرکه یکتا منم، تاج سر گلبن و صحرا منم. چشمه رو داره میگه، چشمه رو گفت چی؟ گفت تو این میدان نبرد من تک هستم، من بی همتا هستم،
من برای این دشت و صحرا مثل تاج سر میمونم، تاج سر این گل و صحرا و دشت هست، اینقدر ارزشمندم. چشم خودشو به چی تشبیه کرده؟ به تاج، تاج سر. من مشبهه، یعنی خود چشمه مشبهم به میشه تاج. بچه شبهش هم عزیز بودن و ارجمند بودن و گرامی بودنه. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. باز دوباره چشمه داره میگه، میگه وقتی که من جاری میشم سبزه ها منو در آغوش میگیرن. سبزه هایی کنار اطراف چشمه ها، خانه ها رو شاید دیده باشید بچه ها که میبینید رویدن و یکم سراشون اومده سمت داخل چشمه، داخل آب شده. اونو تشبیه کرده به چی؟ میگه چشمه، میگه سبزه ها منو در آغوش گرفتن. چشمه خودشو داره میگه و بر سر و دوش من انگار دارن بوسه میزنن. سر سبزه ها که خم میشه توی آب، میگه اونو دارن بر تن من بوسه میزنن. خب اینجا میدونید که آرای تشخیص داریم، جانبخشی داریم. سبزه به انسانی تشبیه شده که چشمه ادعا میکنه که منو در آغوش گرفته. پس تشخیص داریم یا جانبخشی. بوسه زدن کنایه است، کنایه از احترام گذاشتن، بزرگ داشت. کلماتی مثل آغوش، سر و دوش هم با هم دیگه تناسب دارن. چون بگشایم ز سر مو شکن، ماه ببیند رخ خود را به من. چشمه میگه چی؟ میگه که وقتی که پیچ و تاب سر و موی خودم رو باز میکنم، یعنی که روون جریان پیدا میکنم، دیگه از روی سنگی چیزی نیست که صخره چیزی سر راه هم نیست که پیچ و تاب به من بده، وقتی روان در حال جاری شدن و رفتن هستم، پیچ و تابی ندارم، ماه چهره خودش رو میتونه در من ببینه. اینقدر صاف و زلال میشم که ماه میتونه چهره خودش رو در بدن من، در تن من ببینه. خب آرایه های ادبی که اینجا هست، باز دوباره جانبخشی داریم، تشخیص داریم. رخ ماه که گفته اینجا تشبیه ایجاد کرده بچه ها. ماه ببیند رخ خود را به من، تشخیص داره و تشبیه. ماه به انسانی تشبیه شده که میگه چهرهش رو میتونه در وجود من ببینه. خب پس اینجا هم تشخیص وجود داره، هم استعاره مکنیه. شکن از سرمون گشادن، کنایه از گشودن پیچ و شکن زلف و نمایان شدن رخساره. تو مصرع اول هم بچه های تشبیه پنهانی هست، اونم اینه که آب، چشمه خودش رو به آینه تشبیه کرده، چون ما شکلمون رو، تصویرمون رو در آینه می‌بینیم دیگه. الان گفته که وقتی من پیچ و تابی نداشته باشم، ماه میتونه تصویرش رو در من ببینه، یعنی من مثل آینه میشم. قطره باران که در افتد به خاک، زو بدمد بس گوهر تابناک. میگه وقتی یه قطره باران بر روی خاک میفته، گلها و گیاهان درخشان زیادی به همین واسطه از زمین میرویند، رشد میکنند، واسه رویش گل و گیاهان میشه. خاک مجازن به معنای زمین، بچه ها میدونید هر کلمه یک معنی حقیقی ممکنه داشته باشه و یک معنای غیر حقیقی. اون معنای غیر حقیقی میشه معنای مجازی. الان خاک میدونید معنیش چیه، اما اینجا مد نظر ما خاک نیست، منظورمون زمینه. گفتیم خاک اما زمین مورد نظرمونه، پس میشه مجاز. گوهر هم که استعاره از گلها و گیاهانه، گلها و گیاهان رنگ و رنگی که در زمین میروید. در بر من ره چو به پایان برد، از خجلی سر به گریبان برد. یه هنگامی که باران به من میرسه، یعنی از ابر فرود میاد تا برسه روی زمین، بریزه در چشمه، در وجود من، همین که میریزه در من، به من میرسه، از شرمندگی خودشو کنار میکشه. سر به گریبان بردن عبارت کنایی بچه ها، کنایی از شرمندگی، خجالت، گوشه‌گیری. بر و سر با هم دیگه جناس دارن، جناس ناقص. گریبان
بر و سر با هم دیگه تناسب دارن، یعنی گریبان یعنی یقه، بر یعنی آغوش، سرم که جز اندام های بدنه، ستایی با هم دیگه تناسب دارن. ابر ز من حامل سرمایه شد، باغ ز من صاحب پیرایه شد. میگه چی؟ میگه ابر به خاطر وجود من سرمایه داره. سرمایه آب، سرمایه ابر چیه؟ هم آبیه که در وجودش هست دیگه، که به شکل باران فرو میریزه. و باغ هم به خاطر من صاحب گل و گیاه شده. آرای ادبی که اینجا میبینیم استعاره است. سرمایه استعاره از آبه. سرمایه ابر چیه؟ آب، همون آب باران. آب، ابر و باغ با هم دیگه تناسب دارن. آرایه جان بخشی هم داریم بچه ها. گفته ابر از من صاحب سرمایه شد. ابر به انسانی تشبیه شده که سرمایه داره و باغ هم همینطور. باغ به انسانی تشبیه شده که میگه به واسطه من زینت و زیور پیدا کرد. گل به همه رنگ و برازندگی می کند از پرتو من زندگی. یه گل با همه زیبایی و رنگارنگی و چشم نواز بودنش به خاطر وجود منه که زندگی میکنه. این اگر من نباشم اونم نیست. پرتو استعاره از وجود بچه ها، می کند از پرتو من، یعنی از وجود من. با جارایی داریم، با جارایی میدونید، یعنی اینکه یک حرف در یک بیت به گونه ای تکرار بشه که ایجاد زنگ یا آهنگ بکنه در خواندن. یعنی وقتی میخونیم متوجه بشین که یه حرف هی داره تکرار میشه. که اینجا با جارایی حرف نون داریم. در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چومنی همسری؟ میگه در درون این آسمان آبی، پرتو نیلوفر، پرده نیلوفری منظورش آسمان آبیه، یه زیر این آسمان آبی، در درون این آسمان آبی هیچ کس همتراز، همپایه و همردیف من نیست. هیچ کس نمیتونه با من همسری کنه، برابری کنه. این بیت نشانه خودخواهی چشم است دیگه. پرده نیلوفری که گفتم استعاره از آسمانه. و اگر دقت کنید بچه ها میبینید که تو مصرع دوم، آخر مصرع دوم یه علامت سوال گذاشته. این علامت سوال چیه؟ پرسشی نیست در حقیقت، یه نوع پرسشیه که جواب منفی درش وجود داره. میگه کیه که با من همسری کنه، برابری کنه؟ یعنی هیچ کس نیست. پرسشی که جواب منفی در خودش نهفته شده باشه و بر جواب منفی تاکید داشته باشه میشه استفهام یا پرسش انکاری. الان این بیت استفهام انکاری یا پرسش انکاریه. زین نمتان مست شده از غرور، رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور. دید یکی بحر خروشنده ای، سهمگنی نادر جوشنده ای. این دو بیت با هم موقوف المعانی هستند بچه ها. نمت به معنای روش و طریقه است. یه وقتی که چشمه به همین منوال، به همین شیوه راه خودشو داشت میرفت، با غرور و از سرچشمه خودش یکم دور شد، دید یکی بحر خروشنده ای. یه مرتبه دریای خروشان سهمگین و پرسر و صدایی رو دید که خیلی ترسناک و پرموج و کمیاب بود. همچین چیزی رو ندیده بود تا اون موقع. نعره برآورده فلک کرده کر، دیده سیاه کرده شده زهره در. میگه چی؟ میگه دریا در حال فریاد زدن بود، در حال غریدن بود. اون موجهای بلند دریا منظورشه. و گوش آسمان رو کر کرده بود و نگاهی خشمناک و غضب‌آلود داشت و همه رو ترسونده بود. این سه بیت در حقیقت با هم دیگه موقوف المعانی هست. بیت 13 هم هست باشه. حالا برمیگردیم سر بیت 11 و آرایه هاشو میگیم.
زین نمتان مست شده از غرور، رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور. مست شده از غرور استعاره از چی میه بچه ها؟ زین منامتان مست شده از غرور استعاره از همون چشم است، که غرور مثل شرابی او رو مست کرده بود. در حقیقت میتونیم بگیم غرور و خودبینی می یا شراب تشبیه شده. دید یکی بحر خروشندهی، سهمگنی نادر جوشندهی. اینجا آره تشخیص فقط داریم، جانبخشی دریای خروشنده و ترسناک و کمیابی دید. ویژگی های انسانی رو داده به چشمه، به دریا. نره برا ورده فلک کرده کردیده، سیاه کرده شده زهره در. اینجا هم میبینیم باز آرای تشخیص وجود داره. نره برا ورده باز دوباره همون دریا رو داره میگه، به انسانی تشبیه کرده که نره میکشه، عصبانیه، فریاد میزنه. دیده سیاه کردن هم کنایه از خشمگین شدنه، عبارت کناییه. زهره در شدن کنایه از ترسیدن. شنیدید یه موقع ما میگیم که از ترس زهره ترک شدم، یعنی از شدت اینقدر ترسیدم، شدت ترس رو میگه. کر و در جناس دارن با هم دیگه، جناس ناقص اختلافی، اختلافشون تو یک حرفه. راست به مانند یکی زلزله، داده تنش بر تن ساحل یله. راست یعنی درست. میگه دریا درست مثل زلزله تنش رو به تن ساحل چسبونده بود و خودش رو رها کرده بود. اینجا تو این بیت دریا رو به زلزله تشبیه کرده. و جانبخشی داره. تن ساحل، یه دریا درست مثل زلزله تنش رو به تن ساحل، این ساحل به انسانی تشبیه شده که دریا بهش تکیه کرده، تنش رو بهش چسبونده. چشمه کوچک چو به آنجا رسید، وان همه هنگامه دریا بدید. خواست که از آن ورطه قدم در کشد، خیشتن از حادثه برتر کشد. این دو بیت هم با هم دیگه موقوفل در معانی هستن بچه ها. میگه چشمه کوچیک وقتی که رسید به دریا و داد و فریاد دریا، اون غرش دریا، اون موجهای دریا رو دید، بیت بعدی خواست که این دفعه از اونجا فرار کنه، عقب نشینی کنه، خودش رو از اونجا دور کنه. لیک چنان خیره و خاموش ماند، که از همه شیرین سخنی گوش ماند. این بیت هم زمینه کنید به دو بیت بالایی، هر سه بیت با هم با قفل معانی. میگه ولی آنچنان حیرت زده شد، سکوت کرد، دیگه نتونست حرف بزنه، از زبان افتاد و فقط به دریا گوش میداد. به جای اینکه بتونه حرف بزنه، به جای اون همه شیرین سخنی که میکرد، فقط سر و پا گوش شد، فقط به دریا گوش شد. خب بریم سراغ آرایه‌هاش. چشمه کوچک چو به آنجا رسید، وان همه هنگامه دریا بدید. هنگامه دریا جانبخشی داره، اون همه شور و قوقای دریا، بزرگ دریا به انسان تشبیه شده، نماد افراد دریا دل که طبع و منش بزرگی داره. بیت بعدیش خواست که از آن ورطه قدم در کشد. اینجا آرای جان بخشی داریم. خیشتن از حادثه برتر کشد. میخواست که از اونجا فرار کنه. خودشو نجات بده، عقب نشینی کنه. لیک چنان خیره و خاموش ماند، که از همه شیرین سخنی گوش ماند. شیرین سخنی یک ترکیبیه بچه ها که بهش میگیم حسامیزی. حسامیزی یعنی اینکه دو تا حس رو، ما پنج تا حس داریم دیگه، حس لامسه، شنوایی، بویایی، چشایی و ذائقه. بویایی، چشایی، شنوایی، لامسه و بویایی. حالا میگه چی؟ میگه این آرایه
اینجوری میگه که اگر ما دو تا حس رو با هم ترکیب کنیم آرای حسامیزی به وجود میاد. مثلا زبان، حرف زدن، سخن شنیدنیه، مربوط به حس شنواییه و شیرینی مربوط به حس چشاییه. خب ما نمیتونیم سخن رو بچشیم، اما اینجا گفته چی؟ سخن شیرین، شیرین سخنی. سخن که شنیدنیه، چشیدنی نیست، پس اینجا آرای حسامیزی به وجود آورده. یا مثلا مثل ترکیب جیغ بنفش، جیغ، صدای جیغ شنیدنیه، اما رنگ بنفش دیدنیه. پس هیچ وقت جیغ رو نمیشه ببینی، رنگش رو نمیشه ببینی، رنگ نداره. پس جیغ بنفش هم حسامیزی به وجود میاره. خب و شیرین سخنی کنایه از همون خوش سخنیه دیگه. تو همه بیت ها بچه ها تقریبا میتونیم بگیم که ما واجارایی داریم. واجارایی اصلا یکی از آرایه های خیلی رایج تو همه ابیات که باعث موسیقایی شدن و نظم و آهنگ شعرها میشه. البته این رو هم بدونید که هر تکرار واجی ایجاد واج آرایی نمی کنه. یه وقتایی ممکنه یک واج در یک بیت زیاد هم تکرار بشه، مثل واج آ، اما میبینیم که موسیقی ایجاد نمی کنه. یعنی وقتی ما میخونیم خیلی حس نمی کنیم که این حرف داره تکرار میشه. اما برعکس، بعضی از حروف الف با زنگ دارن و وقتی میخونیمشون تکرارشون حتی اگه سه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه هم تکرار شده باشن خیلی به نظر میان، زنگ دارن، ایجاد آهنگ میکنن. مثلا فکر کنید در بیت خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. شما اگه دقت کنید، اصلا دقت هم که نکنید، همین بیت رو که میشنوید میبینید که صدای حرف خ و ز به گوشتون میخوره، ایجاد زنگ و آهنگ میکنه. خب این سراغ کارگاه متن پژوهی بچه ها. کارگاه متن پژوهیتون رو ببینید. گفته معنای واژه های مشخص شده رو با معادل امروزی آنها مقایسه کنید. در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چمنی همسری، راست به مانند یکی زلزله داد تنش بر تن ساحل. یعنی همسری در گذشته و در همین بیت معنای همترازی و برابری میداده، اما این روزه معنای همسر بودن داره. راست در گذشته به معنای چی بوده؟ درست، دقیق. اما امروزه راست به معنای مستقیم و مقابل دروغ به کار میرن. سخن راست مقابل سخن دروغ. سوال دو، بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله به زبان فارسی مرتب کنید. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. میدونید که در زبان فارسی ترتیب اجزای جمله همون چجوریه. ما اول نهاد رو داریم در جمله، آخر جمله همون فعل داریم و بین نهاد و فعل ما مفعول، متمم یا مسند، هر چی که باشه بین این هم میاد. خب الان اینجا ما اگر بخوایم جمله رو مستقیم کنیم چجوری میشه؟ یکی چشمه قلقل زن چهره نما و تیز پا از سنگی جدا شد. درسته؟ یکی چشمه قلقل زن چهره نما و تیز پا از سنگی جدا گشت. حالا من به این شکلی گفتم، نخواستم به هیچ کدوم از حروف لطمه ای وارد بشه، وگرنه ما اول جمله نمیگیم یکی چشمه، میگیم یک چشمه. ولی حالا خواستیم شکل کلمات رو تغییر ندیم. نهاد یک چشمه قلقل زن و چهره نما بوده که تیز پا، ببخشید چشمه، یکی چشمه نهادمون بوده، قلقل زن، چهره نما و تیز پا هر سه تا قید هستن، از سنگی میشه متمم و جدا گشت شفه. قلمرو ادبی.
هر یک از بیت‌های زیر را از نظر آرایه‌های ادبی بررسی کنیم. چون بگشایم ز سر موشکن، ماه ببیند رخ خود را به من. توی درسم گفتی اینو جان بخشی داره، تشبیه وجود داره، بین سر و رخ تناسب هست، شکم از مو گشودن، چون بگشایم ز سر موشکن، شکم از مو گشودن کنایه از صاف شدن و آرام شدنه. یه تشبیه پنهانی هم تو مصرع اول گفتیم که گفتیم آب چشمه خودشو به آینه تشبیه کرده. گه به دهان برزده کف چون صدف، گاه چو تیری که رود بر هدف. چون صدف تشبیه داره، چشمه خودشو به صدف تو مصرع اول تشبیه کرده و تو مصرع دوم به چی؟ به تیر تشبیه شده. تیری که به سمت هدف میره. صدف و هدف هم با هم جناس داره. باز توی این متنی که اینجا گذاشتم براتون قید شده. با توجه به شعر نیما، چشم نماد چه کسانیه؟ گفتیم چشم نماد انسانهای خودبین و خودشیفته است. توضیح را در مورد حس‌آمیزی داره میده بچه ها. آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس یا پدیده ذهنی رو در کلام بهش میگن حس‌آمیزی. مثلا حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود. حرف بچه ها مگه میتونه روشن باشه؟ حرف شنیدنیه، اما روشنی رو ما با چشمامون میبینیم. جایی که روشنه با چشم تشخیص میدیم، که با حس بینایی تشخیص میدیم که اینجا روشنه یا تاریکه. پس حرف نمیتونه روشن باشه. حرف مربوط به حس شنواییه و نور یا تاریکی مربوط به حس بینایی. در این نمونه سهراب سپهری از روشن بودن حرف سخن گفته. روشن بودن امری دیدنی و حرف شنیدنی است. شاعر در این مصرع دو حس بینایی و شنوایی را با هم آمیخته. نمونه ای از کاربرد این آرایه ادبی را در سرود نیما پیدا کنید که توی درس بهتون گفتم. توی درس شیرین سخنی حس‌آمیزی ما بود که توضیحش اونجا دادیم. هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیر حقیقی به کار رود. به معنای حقیقی واژه حقیقت و به معنای غیر حقیقی آن مجاز می‌گوید. حقیقت اولین و رایج‌ترین معنایی است که از یک واژه به ذهن می‌رسد. یعنی ما تا یک کلمه رو بشنویم اون معنای اصلیش تو ذهنمون می‌شناسیم. مجاز به کار گرفتن یا به کار رفتن واژه است در معنای غیر حقیقی، به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی واژه یک پیوند و ارتباطی برقرار باشه. مثال زده براتون گفته پشت دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. همانطور که میدانید گوش اندام شنوایی است و در این معنا حقیقته و نمیتواند در پس دیوار بیاید. شاعر در این بیت به مفهوم مجازی گوش، یعنی انسان سخنچین، تاکید دارد. در پس دیوار گوش، گوش انسان که چسبیده به سرش دیگه، گوش که نمیتونه پشت دیوار بیاد. دیوار که مثل انسان نیستش که گوش داشته باشه. پس وقتی که به شما میگه که مواظب باش در پس دیوار گوشه، یعنی مواظب باش یه نفر اونجا گوش وایساده، یعنی یه فرد سخنچینی هست که اونجا گوش وایساده. پس گوش اینجا مجازن به معنای فرد سخنچینه. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. سر در معنای حقیقیش بچه ها، معنایی که سریع و زودتر از هر معنای دیگه‌ای به ذهن میرسه، همین عضو بدنه که در رأس اندام ما قرار داره، کلم و سر. اما اینجا اون معنی رو نمیده. ما را سر باغ و بوستان نیست. معنی که بکنیم عبارت رو، یعنی اینکه ما قصد رفتن به باغ و بوستان نداریم، تو فکرش نیستیم، اندیشه‌شو نداریم. سر در معنای مجازی به کار، به معنای کله نیست، به معنای قصد کاری رو داشتن، به معنای قصد و اندیشه است. میگه ما قصد این رو نداریم که بریم باغ و بوستان.
خب ما گفتیم که بین معنای مجازی و معنای واقعی باید یه ارتباطی برقرار باشه. ما هر کلمه ای رو نمیتونیم در هر معنای مجازی به کار ببریم. بله، ارتباطی که بین صبر و قصد و اندیشه وجود داره اینه که صبر محل فکر، اندیشه و قصد و نیت ماه. ما مغزمون داخل سر دیگه، این سرمون جایگاه فکر کردن، اندیشیدن و قصد و نیتی رو کردن. پس به خاطر همین اینجا قصد و اندیشه در معنای سر در معنای قصد و اندیشه به کار رفته. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو. در بیت دوم مقصود شاعر از واژه نرگس معنای غیر حقیقیشه، چون واژه نرگس معنای حقیقیش گل نرگسه دیگه. اینجا معنی گل نرگس نمیده. اینجا ما میدونیم که در ادبیات چشم خمار و چشم افسونگر رو به گل نرگس تشبیه میکنن. اینجا شاعر واژه نرگس رو در معنای غیر حقیقی به کار برده، یعنی چشم. آنچه که گل نرگس و چشم رو به هم پیوند میده و ارتباط بینشون برقرار میکنه شباهت میان اون دوتاست. رابطه شباهت وجود داره. میگن چشم خمار، چشم مست مثل گل نرگس میمونه. در شعر این درس دو نمونه مجاز بیاوید و مفهوم هر یک رو بگید که اینا رو توی درس براتون گفتم. بیریم سراغ قلمرو فکری. قلمرو فکری رو بذارید رو عکس براتون مشخص کنم. اجازه بدیم بچه‌های من. بله. پس از رسیدن به دریا چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر چشم ایجاد شد؟ که اینجا نوشتیم اون فهمید که فرد بزرگ و بی همتایی نیست و بسیاری از پدیده ها از اون خیلی شکوهمندتر هستن. معنی و مفهوم بیت زیر رو به نثر روان که توی متن گفتم. سروده زیر از سعدی است. محتوای رو با شعر نیما مقایسه کنید. باز دوباره توی این متن مقایسه ای براتون گفتم. هر بیتیش رو جداگونه مقایسهش رو اینجا آوردیم. و سوال آخر گفته دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما باشید که اونم مهده شماست. خب بچه جونم درس اول تموم شد. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.